we have remembered that the economy is not numbers. The economy is people. با درود خدمت شما بزرگواران، پیرو مباحثی که در مورد کانادا خدمت شما ارائه دادیم برای خیلی از دوستان سوال پیش اومد. تلاش میکنیم در این برنامه به نکاتی اشاره کنیم که این ادله خودمون رو در مورد کانادا ثابت کنیم. البته ما طی دو سال گذشته گفتیم که کشورهایی مثل استرالیا، کانادا و حتی امارات متحده کشورهایی نیستند که بتوانند آینده شما رو تضمین کنند و مهاجرت کردن و سرمایه‌گذاری در این کشورها عملاً یک حماقت محضی بیشتر نیست. ولی متاسفانه خیلی از ایرانی‌هایی که در کشورهای خارجی مثل کانادا، امریکا و اروپا هستن فکر میکنن وقتی ما از این مباحث صحبت میکنیم به خاطر حسرت هستش که ما اونجا نیستیم و داریم عقده گشایی میکنیم. کاری به این صحبت‌های کودکانه ندارم، ولی خب بدونید 90% از کسانی که مهاجرت کردن مخصوصا طی 12 سال گذشته زندگی‌های بسیار سختی رو امروز در اروپا و کشور کانادا و استرالیا دارن، چون این کشورها به واسطه اون ساختاری که شکل گرفته و مجمع جهانی اقتصاد عملاً اونجا رو از بدو تولدشون که به خاطر اون مهاجر پذیریشون ساخته و پرداخته کرده، عملاً در آینده نزدیک آنها رو به عنوان یک برده نوین در این کشورها حبس خواهد کرد و تمام حقوق شهروندی رو ازشون خواهد گرفت. همونطور که کلاس شواب هم گفتش، This notion to integrate young leaders is part of the World Economic Forum since many years. When I mention now names like Mrs. Merkel, even Vladimir Putin and so on, they all have been young global leaders of the World Economic Forum. Mm-hmm. But what we are very proud of now, the young generation like Prime Minister Trudeau, President of Argentina and so on, that we penetrate the cabinets. So yesterday I was at a reception for Prime Minister Trudeau, and I know that half of this cabinet, or even more half of this cabinet, are actually young global leaders of the World Economic Forum. جاستین ترودو، مکرون، نخست وزیر استرالیا و نیوزلند، اینها افرادی هستند که تمام کابینه‌شون رو بر اساس الگوریتم‌های سند 20C چیدن و اینها تلاش می‌کنن به واسطه اون سند که قرار از سال 20C وارد فاز دومش بشیم کشور خودشون رو هدایت کنن. برای همین می‌بینیم حتی در داخل کشور کانادا همین الان خیلی از افراد برای دسترسی به خیلی از سایت‌ها از VPN استفاده می‌کنن. ما در مورد کشور چین صحبت نمی کنیم، در مورد کانادا صحبت می کنیم. کانادا از بعد از کرونا وارد فاز اجرایی شد و عملا داره شهروندای خودش رو قلقم می کنه و با بالا رفتن قیمت کالاهای اساسی تورم هم سر به فلک کشیده. Everything goes up all the time and my fixed income don't go up, it stays the same. So how are you supposed to live on money when you got none? Obviously our economy is trash. Rent is always going up, food is always going up, pay doesn't really go up, doesn't match. Our food prices, we can barely, you know, eat. Some of us can barely eat these days. My children may never have a house. With the interest rates and everything, the inflation, everybody's hurting. The lack of housing, the gasoline, everything's up. Sacrifices might have to be made in the lines of being, can we afford it? Can we pay for it? Can we continue on this path that we're on right now? I've just kind of been going to the food bank more and like cutting back on, you know, different things like taking my son out places. مخصوصا برای افراد ثروتمند. افراد ثروتمند بعضا تا 50-60% از درآمدشون رو باید مالیات بدن. و اگر یه سرچی هم بکنید در فضای مجازی متوجه میشین خیلی از کانادایی‌ها دارن مهاجرت میکنن حتی به مکزیک، به اندونزی و دارن خودشون رو از این برسا شرایط سخت فراری میدن. شما این مسئله رو باید دقت کنیم، کشوری که مثل کسی که شهروند امریکا هم هست وقتی حتی خارج از امریکا هم زندگی میکنه به خاطر اون قدرت امنیتی و اطلاعاتی امریکا موظف به حال گزارش کار بده و حتی دولت امریکا ازش مالیات میگیره. حتی مثلا یک امریکایی در ترکیه، افغانستان و قرقیزستان هم حتی زندگی کنه چون تابعیت امریکایی رو داره ازش مالیات میگیرن و هر زمانی اراده کنه و برخلاف موازین دولت امریکا باشه حسابش تمام حسابش بلاک میشه و میتونن این رو بر صورت
تبعیدش کنن و برش گردونن به امریکا. این به خاطر اون بر صورت اون اجلاس امنیتی اطلاعاتی که چند سال پیش برای مقابله با چین تشکیل شد و کشورهای پنجش حالا مثل نیوزلند، استرالیا، کانادا، بریتانیا و آمریکا، اینها یک اشتراکات امنیتی و اطلاعاتی دارن و تمام اطلاعات رو با هم در اشتراک میگذارن و یک کشوری مثل کانادا توانایی دسترسی به خیلی از اطلاعات امریکا را داره و اینها با تعیین و تکلیف میشه. طبقه بندی ما نمیخوایم وارد این بحث مباحث بشیم. برای همین برای کسانی که حتی شهروند کانادا هم هستن، در خارج از کانادا زندگی میکنن، این قوانینی که در امریکا داره پیاده سازی میشه، در امریکا کانادا هم این اتفاق خواهد افتاد و اگر شما شهروند کانادا باشین، در خیلی یک کشور دیگه کار کنین، باید مالیات بدین و باید قوانین اونجا رعایت کنین، وگرنه هر زمانی اراده کنن میتونن حسابای بانکی شما رو مسدود کنن و عملا شما رو از حقوق شهروندیتون مرصورت محروم کنن. یکی دیگه از موضوعاتی که هست، علاوه بر این که میگم خیلی از سایت ها فیلتر شده و مردم دارن وی پی ان استفاده میکنن، چون خیلی ها نمیخوان اطلاعاتشون رو به اشتراک بذارن، مجبورن با آی پی ها و مرصورت اطلاعات دیگران که به واسطه وی پی ان به حال دور میزنن وارد فضای مجازی بشن. همین الان خیلی از سایت ها در کانادا فیلتر هستش و اون طرح صیانتی که ما گفتیم در داخل ایران اجرایی شد، یک طرح جهانی است که در کشورهای مثل کانادا و استرالیا هم در حال پیاده سازی هست و دولت ها تلاش میکنن آن اطلاعاتی رو که خودشون دوست دارن مخاطب آن رو ببینه، یعنی برخلاف اون باشه حتی میتونن شما رو به شما جرمنگاری برای شما جرمنگاری کنن و شما رو حقوق شهروندیتون محروم کنن. همین الان در کانادا اگر شما برخلاف معیارهای دولتی صحبت کنی، حسابهای شما رو بلاک میکنن. همین اتفاقی که یک سال پیش افتاد و جاستین ترودو، کسانی که کشاورزانی که علیه دولت مخالفت کردن، حسابشون رو بلاک کرد و افزایش مالیات بر مسکن هست و الان شما اگر بخوایم مسکن بخریم باید مالیات بیشتری بدین و علاوه بر اون دارن مالیات بر کربن هم در کانادا از سال 2024 شروع کردن به فاز اجرایش، محدودیت های سفر رو دارن اجرا میکنن و عملا یک دیکتاتورشیپی هستش که طی 12 سال گذشته اینها رو نمیدیدین. الان شما رو به خاطر مواضع سیاسی تو ممکنه بازداشت کنن، برخلاف موازین دولتی در یوتیوب، در اینستاگرام توییتی یا به هر حال ویدیویی منتشر کنین به راحتی میتونن شما رو بازداشت کنن. این چیزی نیستش که بر صورت فقط در یک کشور رخ بده، در تمام جهان قراره چنین اتفاقی بیفته، ولی خب کشورهایی مثل کانادا، استرالیا، انگلستان، اینا کشورهایی هستن که به واسطه ساختار سیاسی که دارن این اتفاق ها میفته. حالا در امریکا و انگلستان یه مقدار کمتر به خاطر اون جمعیتی که دارن، ولی خب استرالیا و کانادا به خاطر اینکه همه اکثریت جمعیتشون شهروند درجه دو هستن و به خاطر یک سری از قانون مقررات جذب کانادا شدن، به راحتی میتوانن با فشار برای سلب تابعیتشون میتونن اونها را عملا استعمار کنن و این یک واقعیتی که در حال رقم شدنه. حتی در ارزهای دیجیتال و معاملات کریپتو هم دولت کانادا کنترل داره، برای همین خیلی الان از وی پی ان استفاده میکنن، چون شما حتی برخلاف خیلی از کشورهای دیگه با کریپتو هم معامله کنید، دولت کانادا دنبال به خاطر اون مسائل به عنوان پولشویی رصد میکنه و عملا بازی رو برای شما سخت خواهد کرد. یه بازی دیگه هم که هست، این در خیلی از کشورها داره پیاده میشه، حتی در ایران خودمون، وارد کردن سیستماتیک پناهنده ها، چون اون جمعیتی که قبلا بود اولا دارن تلاش میکنن به واسطه آوردن پناهنده ها نیروی کار ارزون رو بیارن و اون جماعتی که در داخل کانادا بود با ایجاد هرج و مرج و بالا رفتن دایره خشونت یک کاری کنن که بتونن هر روز این استعمار نوینشون رو به راحتی پیاده کنن. شما الان ببینید نسبت به سال 2007 آمار جرم و جنایت در کانادا بالا رفته از نظر سوشال سیکوریتی یا همون بحث امنیت اجتماعی و بر صورت بیمه های درمانی، وضعیتش به مراتب بدتر از 12 سال پیش شده و هر روز هم طبق آمار و بر صورت دوستانی که ما در اونجا داریم هر روز داره بدتر و بدتر میشه. قیمت اجاره های مسکن بالا رفته، قیمت هزینه های خورد و خوراک بالا رفته و کیفیت زندگی نسبت به هزینه‌ای که دارین اونجا انجام میدین عملا دیگر ارزشی نداره. The economy is not numbers.
مشکل دیگه که هستش حضور ارتش چین در کانادا هستش. البته در رسانه‌های جریان اصلی این قضیه رو شما مشاهده نمی‌کنید، ولی خب خیلی از مردم کانادا و خیلی از سایت ها و افرادی که در توییتر هستن به این موضوع اشاره کردن که ارتش چین در کانادا فعالیت مستمر داره و برای همایش ها و هماهنگی با ارتش کانادا دعوت شده و این خود شایبه نظم جدید کمونیستی رو در کانادا بیشتر و بیشتر میکنه. باید به این موضوع توجه داشته باشیم. بالا رفتن مالیات ها علاوه بر ورسات فشار آوردن به مردم باعث خواهد شدش که حقوق شهروندیشون کمتر بشه و به واسطه مالیات بر کربن که در 2024 شروع کردن دارن تلاش میکنن که سفرها رو محدود بکنن. و اگر خلاصه بخوام بگم، تمام سیستم هایی که در چین پیاده سازی شده در کانادا هم شروع شده و مردم هم لمس میکنن، ولی خب خیلی ها به خاطر اون فشارهایی که بعد از مهاجرت بهشون اومده و زندگی که ساختن با خونه های قسطی و ماشین های قسطی که خریدن، احساس میکنن که خیلی به رفاه رسیدن و عملا خودشون رو بنده سیستم کردن. و شما اگر نگاه بکنید، یکی از صحبت هایی که اکثر آدم هایی که به خارج از ایران مهاجرت کردن، مخصوصا امریکا و کانادا یا استرالیا، به این موضوع اشاره میکنن که اینجا ماشین قسطی میدن، خونه قسطی میدن، ولی متاسفانه به واسطه محدودیت هایی که جمهوری شیعه طالبانی در داخل ایران ایجاد کرده، مردم واقعیت ها رو نمیشه بهشون گفت. و به خاطر اینکه ما در داخل ایران خودمون معضلات زیادی داریم، واقعیت ها و اون توهماتی که نسبت به غرب و امریکا و کانادا هست باعث شده که خیلی ها نادانسته وارد چنین چرخه‌ای بشن و هزینه های هنگفتی بکنن و برن ببینن هیچ اتفاقی نیفتاده. همونطور هم که گفتیم، بیش از 90% ایرانی ها اونجا زندگی معمولی دارن و تلاش میکنن صورت خودشون رو با سیلی سرخ بکنن. و خب یک زمانی بود مردم رو سوق میدادن به سمت ژاپن، یک زمانی سوق دادن به سمت اروپا و آمریکا و کانادا و باز گرفتن سرمایه هاشون عملا روش مالیات بستن و الان به راحتی شما خیلی از سرمایه‌هاتون رو نمیتونید خارج کنید. برای هر 10,000 دلارتون باید توضیح بدیم. و واقعیت اینه که شما وارد یک زندانی شدین، هر روز هم درهای این زندان داره بیشتر بسته میشه و باید به این موضوع دقت کنید. قبلا هم گفتیم افزایش دامنه جرم و جنایت داره بیشتر میشه نسبت به سال 2007، بیمه همگانی کیفیتش داره پایین میاد و با ورود مهاجرانی که از افغانستان و سوریه داره میاد، عملا کاری میکنن که جامعه کانادا به سمتی حرکت کنه که با یک جوکریسم ساخته شده و سیستماتیک تلاش کنن که اون نظم نوین استعمار دیجیتالی رو پیاده کنن. برای این موضوع هستش که گفتم باید به موضوع دقت کنید. الان در کانادا تمام سرمایه شما رو کنترل میکنن، میتونن حسابهای شما رو بلاک کنن هر زمانی که اراده کنن و برخلاف اون چیزی که شعار میدن که بر صورت دموکراسی حق مسلم افراد است، عملا دموکراسی وجود نداره. و این رفتاری که طی 3-4 سال گذشته در کانادا رخ داد ما رو به این موضوع میرسونه که کانادا وارد عصری شده که درهای زندان هر روز داره بسته میشه. و به خیلی از دوستانی که در کانادا هستن یا عزیزانشون در کانادا هست، باید توصیه کنیم که برای حفظ سرمایه‌شون، برای اینکه کیفیت زندگیشون بهتر بشه، برای اینکه از این اسارتی که در کانادا به واسطه این مالیات‌ها و محدودیت‌های اجتماعی براشون فراهم شده خارج بشن. اگر اینکه می‌خواید مثل ربات زندگی کنید، صبح بری سر کار بیاین، نه دنبال حقوقتون هستین، نه دنبال آزادی بیان هستین، نه اینکه اصلا براتون فرق می‌کنه که چگونه زندگی کنید و مطیع و برده دولت‌ها هستین، خیر، شما کانادا بهترین جا برای شما هستش. کار کنید، مالیات بدین به دولت‌ها و در هر کاری که دولت‌ها براتون می‌نویسند و شما انجام بدین. این موضوعاتی بودش که در موردش خواستیم صحبت کنیم. و حتی خیلی از دوستان که حالا من اینا رو میخونم که یادم نره، خیلی از دوستان حتی سوال کردن در مورد بعضی از مواردی که دولت‌ها ممنوع کردن منجر به دستگیری میشه، که نمونهش رو حالا ویدیوش رو براتون آپلود میکنم که متوجه بشین چه اتفاقی داره میفته. و اگر بخوایم خلاصه بگیم، همین امروز هم برای خارج شدن از کانادا دیره، باید تلاش کنید از این بنبست خودتون رو فراری بدین. ما نمیگوییم در داخل ایران خوبه، ولی خب یک با برصورت بررسی بهتر، حالا دوستان اگر بخوان میتونیم بهشون مشاوره هم در این زمینه بدیم که به چند کشوری دیگه برین که حداقل تا 20 سال آینده نتوانن به این حد به شما فشار بیارن. استرالیا، کانادا، امارات کشورهایی هستن که بزرگترین زندانها برای بشر خواهند بود و سرمایه گذاری در این کشورها عملا نابود خواهد شد.
خیلی از سرمایه های مردم ایران رفت به کانادا، سرمایه هایی که به واسطه رانت دولتی رفت و عملا روش دست گذاشتن و الان شما به راحتی نمیتونید حتی سرمایه‌تون رو خارج کنید. این یک کوتاهی بود در مورد کانادا، تلاش میکنیم دوباره در این مورد صحبت کنیم، ولی خب بدونید که این کشوری شما انتخاب کردیم و کانادا و دوستانی که میخوان برون، یعنی واقعا ما همیشه گفتیم کسانی که واقعا دارن تصمیم میگیرن که به کانادا مهاجرت کنن واقعا اینها عقل سالم ندارن، چون اگر یه اخبار رو بالا پایین کنن و اگر حتی ببینن در مثلا یوتیوب یا اینستاگرام مردم درباره کانادا چی میگن به این موضوع فکر نمی کنن. ولی خب متاسفانه این توهمات و این رویا پردازی هایی که مردم نسبت به غرب و کانادا دارن باعث شده که هنوز مشتاق باشن و متاسفانه در جامعه ما باب شده که هر کسی پاسپورت کانادایی، انگلیسی، آمریکایی داره احساس میکنه نسبت به مردم ایران یه برتری داره و این متاسفانه به خاطر اینکه مردم ما کلن غربگرا هستن و دنبال تفکرات غربی هستن، اینم ربطی به جمهوری اسلامی نداره، از زمان قاجار چنین فرهنگ جا افتاد و غرب رو به عنوان یه بت کردن. همین الان هم میبینیم که خیلی ها که پاسپورت آمریکایی یا کانادایی دارن احساس میکنن که یک برتری نسبت به من و شمایی که پاسپورت ایرانی داریم دارن. خیلی ممنونم، اگر سوالی بود حتما بفرمایید، اگر موضوعی از قلم افتاد حتما دوباره اضافه میکنم و اگر هم مسائلی بودش که در موردش شک و شبهه‌ای داشتین بهم بگین، من میتونم لینک های معتبر خبری رو در اختیارتون قرار بدم.